در واقع در ارتباط با این قسمت که موقعی که من توضیح میدم یک لنز 2470 که 28 و به این بزرگیه توجه بکنین یک لنز تامرون داده که از 18 تا 270 یعنی از واید واید شروع میشه تا تله تله تمام این لنزایی که اینجا دارین رو توی یه دونه لنز ورشته گذاشته کمپکت کرده سبک هم هست میتونین خیلی جهان ببرینش ولی چرا من همچین لنزی رو نمیخرم ها علت داره علتش اینه که همطور که گفتم درسته که به امکانات خیلی زیادی میده ولی در این حال این امکانات زیاد یه قیمتی داره و قیمتش هم این هستش که شما از لحاظ نوری خیلی خیلی محدود میشین شما با این نمیتونین با این لنزی که نمیتونه دیافش خیلی باز باشه تو شرایط نوری کم ازش استفاده خوبی بکنین نمیتونین عکس های خیلی خوبی ازش بگیرین اون شارپنسی که همچین لنزی رو داره محاله که این داشته باشه پس بنابراین زیاد به این اهمیت ندین که من یه لنز میگیرم و این لنزه از 18 میلیمتری تا 270 میلیمتری هست پس بنابراین دیگه تموم شد و هیچ کار دیگه ندارم دیگه هیچ لنز دیگه تا آخر عمرم نباید بگیرم نه بدون که با این لنز نمیتونون اون عکسهایی که اون حرفه‌ای میگیرن میگیرن و اگرم اینطور بود که این لنز واقعا خوب بود اولین کسی که میفهمید اون حرفه حرفه‌ای بود به خاطر همین میرفتن اونا میگرفتن علت این که الان اکثر دوربینا رو میدونن میفروشن به افرادی که آماتور هستن و توی میان عکس میگیرن برای به عنوان توریست و اونور میرن اینا این به درد اونها خیلی میخوره چون اونها واقعا نیازی ندارن به اون کیفیت تاپ نمیخوان عکسشون بعدا بزرگ بشه توی این ور زده بشه که میخوان عکسشون مثلا فوقش توی یه اینترنت بیاد یا اینکه توی کامپیوتر بتونن ببیننش برای اون چیزها چیزا خیلی هم خوب است و بیش از خوبم هست تازه مونتا اگر ما به قسمت نرمالی که میرسیم توی پرایم لنزا لنزای سری این یه 5 میلیمتری که یک و دوه یعنی یکی از سریع ترین لنزایی که وجود داره و به خاطر همین توی شرایط نوری پایین شما میتونین از این عکسای خیلی خوبی بیارین این در واقع حدود چهار برابر چشم یک انسان میتونه روشنایی رو جذب بکنه و الانم که با آساهای خیلی بالا میتونه نکاسی بکنین به مراتب بیش از آن که چشم آدم میتونه ببینه این میتونه ببینه میخوام این رو مقایسه بکنم با یه لنز جدیدی که از از کنون اومده بیرون و این چل میلیمتریه در واقع این لنز مگه بازش کنم حتی ببین از روی دوربین به نظر میاد که فقط انگار لاک دوربینه درسته که این یک لنز 40 میلیمتریه و و 28 هم است این لنز و این لنز بذاری من برای اینکه یه مقداری خیلی منصفانه باشه قسمت هودش رو برمیدارم در واقع این دوتا لنز هستن این پنجاس این چهله این قیمتش حدود 1500 دلاره این قیمتش حدود 200 دلاره یه همچین لنزی مورد استفاده زمانی خواهد داشت که شما میرین جایی و نمیخواین لنزای خیلی گرون رو همراه خودتون ببرین و همین که خیلی هم سبک باشه گفتم ما داریم میریم مسافرت باید به خاطر همین توجه بکنیم که اندازه لنزی که داریم میریم وزنش و اینا برامون مهمه از لنزایی که میریم سراغ تله تو این لنز تله هم مثلا این از 70 تا 200 میلی متر است و لنز بسیار خوبی است برای گرفتن عکس از پورتریت میخوای عکس از حیوان از فاصله دور بگیری و البته انسان حیوان خیلی خوبی است ولی خب همین هم متفاوت هستن اگر این دو تا لنز رو با هم مقایسه بکنین برین توی بازار بگین من 70 200 میخوام 28 باشه دیافه چنل اندازه 27 28 باز بشه و سری ال باشه هم این هست و هم این ولی قیمتاشون خیلی با هم متفاوته علاوه بر اینکه قیافاشون هم خیلی هم مثل شبیه هم هستن ولی قیمتاشون متفاوته بخاطر اینکه این داخلش استابلایزر هست یعنی موقعی که اجسام داره توش توی تصویر دارن تکون میخورن سعی میکنه که شارپ درشون بیاره خیلی واضح باشن این یکی نه کار نمیکنه میگه بی خیال همینی که هست میخوای بخوای میخوای نخوا هزار دلار هم کمتر میدی پس ما برای این یه همچین لنزی وجود داره حتی توی تله ها هم شما در واقع ای دارین که پرایم هستن این لنز هم پرایم به خاطر اینکه 400 میلیمتریه متری اف 56 و با این وجود میتونید خیلی شارپ و خوبی از رفتین مثلا توی یه دونه سفاری بخواین عکس بگیرین و این قسمت حتی لنز هودش هم توی خود این لنز هست به خود دوربین وصله که بازو بسته میشه این لنز کیفیت خیلی خوبی داره و من استفاده ازش کردم و خیلی ازش راضی هستم منتها یه لنز دیگری استفاده میکنم در حال حاضر که سیگما 150-500 که به این مقداری امکانات بهتری رو میده خب جدا از اینکه این ها این رو من توضیح دادم فقط یک نکته خیلی کوتاه بگم که لنزای کنون معمولا خاکستری هستن یا رنگ روشنی دارن و این به خاطر این هستش که زمانی که ساعت ها توی آفتاب وای میسن و عکاسی میکنن عکاسا به خاطر گرم شدن بدنه لنز این مشکلی رو ایجاد نکنه توی خود شیشهایی که توی خود لنز وجود داره لنزهای نیکون معمولاً سیاه هستن یا های شرکت دیگه معمولاً سیاه هستن ولی لنزهای کنون رنگ روشن رو انتخاب کردن به این دلیل جدا از این لنزهایی که بگذاریم یه زمانی هستش که به یک لنز ماکرو نیاز داریم این لنز ماکرو باعث میشه که وقتی که روی دوربینتون سواره شما میتونین به جسمتون خیلی نزدیک بشین یعنی از این فاصله میتونین عکس بگیرین البته یه چیزی رو بگم که در ارتباط رو با کلیه لنزای هستش و اونی که فاس... چه فاصله میتونه یک لنز به یک موضوع نزدیک بشه بیشتر به این ربط داره که چه از چه فاصله چه فاسلی کانونی میتونه عکس بگیره از چه فاصله کانونی رو داره روی خود لنز اگه این 85 میلیمتریه، حدود تقریبا 80 میلی 80 سانت کوتاهترین فاصله بین شما و موضوعتون باید باشه اگر 50 میلیمتریه حدود 50 میلیمتر کمترین فاصله است اگر 35 میلیمتریه حدود 35 سانتی متر هستش که نزدیکترین فاصله است به شما اگر 20 میلیمتریه حدود 20 سانت نزدیکترین فاصله شما و تا به موضوعتون میتونه باشه البته این رو خیلی دقیق نیست اینطوری که بگم 100 درصد 20 سانتی متر میشه برای 20 میلی متری ولی تو اون حدودا در نظر داشته باشین. فکر نکنین که یه دونه 200 میلی متری رو که برمی دارین اگه من یه 200 میلی متری رو برمی دارم بتونم با 200 میلی متری از فاصله این قدری هم بتونم عکس بگیرم. نه. با 200 میلی متری حداقل از دو متر من میتونم عکس بگیرم. ولی اونایی که 70 200 اصلا فرق میکنن. 70 200 باید از 70 سانت به بعد تقریبا میتونین شروع بکنیم عکس گرفتن 70 بین 70 سانت تا 1 متر ولی ماکرو خوبیش هستش که خیلی با اینکه 100 میلی متره البته ماکرو متفاوت داریم ماکرو 50 داریم 100 داریم 180 داریم یعنی رنجش متفاوته ولی با این وجود همشون امکانی اینو دارن که بتونی به جسمت نزدیک بشی ولی اگر ماکرو هم نداشتی بتونی یه دونه رینگ بخری این رینگی هست که می‌بینید داخلش هیچ هم نیست هیچ لنزی وجود نداره این رو اگه به هر لنزی وصل بکنی اگه من اینو الان یه دونه لنز 35 میلی دارم و این رینگ رو به این وصل کردم این تمام اوتوفوکوس و همه چیزا کار میکنه الان به خاطر اینکه تمام اون کنتاکتایی که توی خود از دوربین بوده رو منتقل میکنه به اینجا و این منتقل میکنه به دوربین این باعث میشه که من به جسمم نزدیکتر میشم این یک راه ارزونی هست برای اینکه بتونین یک لنز ماکرو داشته باشین در واقع من اشتباه نکرده باشم اینا رو این مال این هست بسیار عالی و این مال این رینگی که بین دوربین و لنز سوار میشه و باعث میشه که شما نزدیکتر میتونین بشین یک راه خیلی ارزونتری هست نسبت به اینکه اگه بخواین یه دونه لنز چیز بگیرین یه دونه لنز ماکرو بگیرین یه راه ساده تر دیگه هم برای اینکه بخواین لنزای نرمالی رو که دارین تبدیل به لنز تله بکنین استفاده از اکستندر هست این اکستندر یک ممیز چهاره این اکستندر دو هست و چه معنایی دارن؟ این به معنی این هستش که اگه من یه پنجا میلیمتری داشته باشم و بخوام دو رو بهش وصل بکنم اینم بین دوربین و لنز سوار میشه اگه بخوام با دو استفاده بکنم اون پنجا میلیمتری من تبدیل به صد میشه دو برابر میشه اگر با یک و چهار بخوام وصل بکنم بین این دوتا باعث میشه که بشه پنجاه من تبدیل به هفتاد میشه یعنی پنجاه زب در یک ممیز چهار میشه هفتاد در واقع اینها هم یک رای هستند که میتونن دور بزنن برای اینکه شما رو نزدیکتر به یه تله بکنید اگر من یه دونه 400 میلیمتری داشته باشم اینجا و یه دونه دو بهش وصل بکنم این تبدیل میشه به 800 میلیمتر و اگر یه یک و دیگه هم بهش وصل بکنم چه اتفاق میفته؟ از یک و به این نمیخوره فقط دو میخوره من اولی یک و چار باید ببندم بهش ها یک و این از سیستمی هستش که شما نمیتونین یا میتونین یک و رو داشته باشین روی این یا میتونین دو رو داشته باشین چون بعضی از سری ها هستن که شما میتونین اینا رو دوتا رو با هم دیگه کامباین بکنین یعنی به این اتفاق میفته که شما یک و چهار میذارین و دو رو به هم بس میکنین تبدیل میشه به سه و چهار سه مایز چهار اون وقت اون 800 میلیمتری شما تبدیل میشه به چیزی بالغ بر هزار و بیست تا هزار و بیست میلیمتر میره جلو این برای مثلا عکاسی از ماه میخواین بکنین یا اینکه میخواین عکاسی از رفتین آفریقا دارین عکاسی از حیوانات میکنین این به درد این کار میخوره خب